کنیم. پیام به جان جانان و عزم صد برابر کارزار ادامه دارد. دراویش مجاهدین یارتان، ایران همراهتان. دموکراسی فرای های میخواییم نجم نجمیست ملاسرو بیان کرمیست ماسکو فرای های فرحال پولیتیشه دفاندنم ایمیران بر بر اصل ولایت فنی زنده با ارتش آزاد. اون لرز و تب با جسم پرزخ، زمستان زیر آب شور رفتن، برهنه زخم های سخت خوردن، پیاده راه های دور رفتن، به پیش من هزاران بار خوشتر که یک جو زیر بار زور رفتن. من به عنوان یه جوان بالاخره اینجا بزرگ شدم، ولی روزانه به فکر زنهای جوان و دخترهای ایران هستم. بالاخره اونجایی که مادر پدر من از اونجا اومدن و این آهنگا رو برای اونا میخونم. ساله در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن و در بزرگداشت مبارزات زنان برای برابری و رهایی گرامی داشته می شود. 8 مارس سلامی است و درودی بر مبارزان راه برابری و نویدی است بر پایان ستم و تبعیض جنسی. و زن ستیزی یکی از وجوه اصلی تغییر ناپذیر فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که در طول بیش از 3 دهه تشدید شده است و در دوران ریاست جمهوری آخوند روحانی نیز این حاکمیت بر همان پاشته زن ستیزی میچرخد. چاقوی کنده کهنسال، زیر باران این همه پر رد گلوی چند پرنده را پنهان خواهی کرد؟ تو که تا ابد نمیتوانی تمام کبوتران آن همه پاییز را دست آموز دانه و دلهره کنی. به آشپزخانه‌ات برگرد، چیزهای بسیاری هست هنوز به تساوی تقسیم نکردند. آری باید کاری کرد، در همین لحظه، درست در همین لحظه که من و تو در خانه های من آسوده غروده ایم، در آن دورها شلاق زدن
شکنجه، به دار آویختن و سنگسار زن، حقیقتی است نه سخن. آری باید کاری کرد. من صدای زن سنگسار شده ام، من صدای فریاد شلاق خوردن و صدای دردم. آری من زنم، زنی از آن دورها که از تاریکی ها می آید و سراسر وجودش سخن درد زن ایرانی و صدایش صدای فریاد زن ایرانی است. آخر ایماست.